عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از این که این موقعیت رو مجدد به دست آوردم تا در قالب برنامه اینفوگرام در خدمت شما عزیزان باشم. پیش از شروع برنامه و قبل از اینکه بخوام به بحث اصلی بپردازم، یه نکته رو دلم میخواد راجبش باهاتون صحبت بکنم. یه دو سه تا کامنت داشتم مبنی بر این که آقا شما چرا فکر میکنی هر چی که میگی درسته، یا چرا بر این تصور و گمان غلط هستی که هر کسی غیر شما فکر میکنه یا ضد تفکر شما رو داره اشتباه میکنه. من نزدیک 300 تا برنامه در همین کانال ساختم. به یاد ندارم حتی یک بار گفته باشم که هر چی که من میگم درسته و هر کسی ضد من یا مخالف من فکر میکنه بیراه رفته. هر آدمی از قدرت تفکر برخورداره، دیدگاه خودش رو داره، اندیشه خودش رو داره و این دیدگاه و اندیشه مبتنی بر تحقیقات، مطالعات، تجربیات و اون زیستی است که در جامعه خودش داشته. به همین دلیل ممکنه آدم‌های مختلف نسبت به یک مسئله با هم همسو باشن یا تفاوت دیدگاه داشته باشن، هیچ ایرادی هم نداره. یعنی اصلاً این قوه عقل و اختیاری که ما انسان‌ها ازش برخوردار هستیم و این وجه تمایزی که با سایر موجودات داریم همینه که دارای عقیده، تفکر و اندیشه‌های متفاوت باشیم. چرا من باید فکر کنم هر چی که میگم این به این درسته؟ چرا باید این تصور غلط رو داشته باشم که هر کسی مثل من فکر نمی کنه داره به بیراه میره؟ نه، من نظر و نگاه خودم رو در این کانال منتشر میکنم. ممکنه شما عزیزان تعدادتون دوست داشته باشید این دیدگاه رو، بعضی هم ممکنه منتقدش باشن و اشکالی هم نداره. اگرم انتقاد دارید میتونید انتقادتون رو بیان بکنید، ولی این تصور غلط که من فکر میکنم همیشه دارم درست میگم و دیگران اشتباه میکنن، من همچین تصوری رو برای خودم هرگز نداشتم. خب بریم به برنامه بپردازیم و مبحثی که امروز میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم. خب عادل فردوسی پور چند روز قبل در برنامه‌ای که متعلق به خودش هم هست، یعنی پادکست 360 که مربوط به اپلیکیشن است که چند سالی است داره فعالیت میکنه و مدیریتش با عادل فردوسی پور هست، یک مصاحبه ای رو انجام داد و به بخش هایی از وجوه پنهانی که به هر حال در چند سال اخیر برش گذشته بود راجبشون صحبت کرد و نظرات خودش رو ارائه کرد. من بارها و بارها از عادل فردوسی پور تمجید کردم و مواردی هم بوده که از او انتقاد کردم. یکی از موارد انتقاد من از عادل فردوسی پور مربوط میشد به مصاحبه‌ای که ایشون با علی بیرانوند و سروش رفیعی و فکر میکنم مرتضی پورعلی گنجی داشتن. مباحثی که مطرح شد، نوع بیان، طرح سوالات، به نظر من از منظر یک کارشناس رسانه‌ای که به هر حال بخشی از تحصیلاتم رو در این زمینه طی کردم متناسب با جایگاه عادل فردوسی پور نبود. یعنی ما از عادل فردوسی پور در مصاحبه ها انتظار بسیار بیشتری داریم و تقلیل مسائل به تیکه های سیاسی و متلک های جناحی به نظرم دور از شأن خود عادل فردوسی پور بود که خب نقدم رو اونجا بیان کردم. ولی ما نمیتونیم عادل فردوسی پور رو در رسانه ایران نادیده بگیریم. عادل فردوسی پور یک پدیده است در جهان رسانه کشور ما، یک فردی که شاید نه چهره خیلی جذاب و فوتوژنیکی داشته باشه، نه تونالیته صدای خیلی ارزشمندی برای گزارش کردن یک مسابقه داشته باشه و پکیج کاملش رو اگر بخوایم در نظر بگیریم خیلی گزینه ایدئالی برای یک مجری به شمار نمیره. نه بیان خوبی داره، نه خیلی موارد سلیس صحبت میکنه، تون تون صحبت کردن اون باعث میشه که برخی از واژه ها و برخی از حروف خورده بشه. تون صدای او برای خیلی ها شاید جذابیت نداشته باشه. چهره او چهره بسیار عادی است، از چهره های به قول معروف جذاب رسانه‌ای به شمار میاد، نه تیپ خیلی عجیب و خاصی داره که بخواد اون تیپ و اون چهره براش محبوبیت داشته باشه. اما چرا عادل فردوسی پور اینقدر محبوب شده؟ عادل فردوسی پور از یک ویژگی و شاخصه برخوردار هست که اون شاخصه رو هر فردی نداره و رسانه به این شاخصه خیلی
نیازمنده. اون شاخصه چیه؟ اون شاخصه اینه که عادل فردوسی پور خودشه. عادل فردوسی پور جلوی دوربین و پشت دوربینش تفاوتی نداره. عادل فردوسی پور دو در باز نیست. عادل فردوسی پور درو نیست. همان چیزی که تصور میکنه و میاندیشه و فکر میکنه درسته رو بیان میکنه. حالا در مواردی ممکنه مصالحی باعث شده باشه که مباحثی رو مطرح نکرده باشه در زمان خودش، اون جای بحث خودش رو داره، ولی حداقلش اینه که مردمش دروغ هم نمیگه. یادم یه دوره‌ای بود، خب خیلی از این مجریا به دلایل مشخص یا نامشخصی دیلیت میشدن از برنامه‌های خودشون. یه برنامه بود به اسم کوله پشتی که فرزاد حسنی اون برنامه رو اجرا میکرد و خب حسنی یک گفتگوی رو با سردار رادان در ارتباط با حجاب اجباری داشت. مسئله مربوط هست به سال 1387، یعنی حدود مثلا 15 سال پیش، شاید خیلی یادشون باشه. و خب در اون برنامه به شدت سردار رادان رو مورد انتقاد قرار داد که اون موقع خب رادان رئیس پلیس تهران بود و الان اگر اشتباه نکنم ایشون فرمانده نظامی کل کشور هست، فرمانده انتظامی کل کشور هست. خب بعد از اون برنامه ما شاهد این بودیم که یکی از شبها آقای مدرس، یکی دیگر از مجریان تلویزیون، آمد و به جای فرزاد حسنی برنامه رو اجرا کرد. در ابتدای برنامه گفتش که من اگر دارم به جای فرزاد حسنی اجرا میکنم به دلیل این هستش که آقای حسنی دچار بیماری قلبی شده و دکتر گفته که فعلا شما نباید برنامه اجرا بکنی و جلوی دوربین قرار بگیری، به همین واسطه برحال من اومدم و جایگزین ایشون شدم و برنامه کوله پشتی رو دارم ادامه میدم. همون شب، یعنی در حدود یک ساعت بعد از برنامه که آقای مدرس داشت، فرزاد حسنی در شبکه جام جم ایران رفت جلوی دوربین و همونجا اعلام کرد که آقا من حالم خوبه، نه مشکل قلبی دارم، نه بیمارستان رفتم، نه دکتر بهم گفته که تو نباید جلوی دوربین حاضر بشی، بنا به دلایل دیگه در برنامه کوله پشتی امکان حضور ندارم. ببینید، به همین راحتی در رسانه به شما دروغ میگن. یعنی یک فردی برای توجیه حضور خودش به جای همکارش میاد به شما میگه که آقا فلانی ناراحتی قلبی داره، دکتر گفته که شما جلوی دوربین نیایید، و همه اینا در عرض یک ساعت رو میشه و این دروغ فاش میشه و طبیعی است که اعتماد مخاطب هم از دست میره. ولی فردوسی پور از این بازی ها بلد نبود و بلد نیست. او حقیقت رو میگفت و حتی اگر یادتون باشه حدوداً 10-12 سال پیش بود که در یکی از شبهای برنامه 90 که خیلی رو نروش رفته بودن و مشخص بود که خیلی اذیت شده، اومد گفتش که اگر هفته آینده مجال و فرصتی برای این باشه که من روی این صندلی بنشینم و از عدالت سخن بگم، حتما میام و برنامه رو اجرا میکنم. حرفش رو زد، نیشش رو زد و ناراحتیش رو به این شکل عنوان کرد. او با مردمش ندار بود و مخاطب این رو درک میکنه. مخاطب فردی که باهاش ندار و صمیمی و رو راسته رو میتونه بشناسه. دوربین دروغ‌ها رو کشف میکنه و توی صورت مخاطب میزنه. به مخاطبتون دروغ نگید دوستان عزیز برنامه ساز، چه در همین فضای یوتیوب هستین چه در هر فضای دیگه. من خیلی متاسف شدم که ما یکی از نخبه های رسانه ایمون رو به همین راحتی از دست دادیم در شرایطی که واقعا هیچ توجیهی برای حذف عادل فردوسی پور از تلویزیون نبود. مدیر جوان بیخاصیت و بی تجربه شبکه 3 که با رانت‌های حکومتی و سیاسی هم اومده این پست رو اشغال کرده و از قضایشون از افرادی بود که سال 1390 به جلوی درب سفارت انگلستان ریختن و میخواستن اشغال بکنن سفارتخونه رو و همه اونها بعدن مسئولیت‌های حکومتی پیدا کردن، ایشون که متولد سال 67 هم هست، به راحتی فقط به خاطر اینکه فردوسی پور دو شب قبل در اسفند 97 در یک همایش رسانه‌ای بزرگ که از طریق شبکه‌های صدا و سیما هم پخش می‌شد، انتقاداتی رو در لفافه بیان کرد و خب مدیر شبکه 3 به واسطه ظرفیت پایین و شاید اون عقده‌هایی که بخشیش و برخیش ممکنه برگرفته از دوران کودکی و نوجوانیش باشه، نادیده انگاشته شدن‌هایی که در اون دوران داشته، آمد و به راحتی یکی از نخبگان رسانه‌ای رو کنار گذاشت
و باز متاسفم از اینکه اعلام بکنم که خیلی مجال و فرصتی به فردوسی پور داده نشد که حتی بتونه از طریق سامانه های VOD بتونه برنامه سازی بکنه و نقش خودش رو به عنوان یک فعال رسانه ورزشی ایفا بکنه. و امروز هم که میبینید در اپلیکیشن 360 خوش میدرخشه، مصاحبه هاش دیده میشه، پادکست هایی که داره تولید میشه به هر حال شنونده های خودش رو داره. البته این پادکست ها چون در قالب ویدیو کست هم داره تولید میشه، تعدادشون دارای بیننده های زیادی هم هست. خب خیلی دوست داشتم راجع به فردوسی پور چند کلامی رو باهاتون صحبت بکنم، اما بخش دیگر صحبتم در ارتباط با فردی است، عزیزی است که در فکر میکنم لس آنجلس ایشون زندگی میکنن و میان آثار خوانندگان مختلف یا نحوه اجراشون در کنسرت های مختلف رو به چالش و به نقد میکشن. این که ما خیلی وارد باشیم و بلد باشیم بتونیم عیب و ایراد و نقص خواننده ها رو روی استیج بگیریم، به خودی خود میتونه خیلی هم مثبت ارزیابی بشه، مثل یک ذره بینی میمونه که کمک میکنه برای بهتر شدن اجراها و عملکرد بهتر خوانندگانی که روی استیج قرار میگیرن. اما ما نباید فراموش بکنیم که مسیر نقد یک مسیر پرپیچ و خمی است که هر کسی نمیتونه در این مسیر قرار بگیره. نقد کردن یک اسلوبی داره، نقد کردن دارای شرایطی است، حائز فرایندهایی است که این فرایندها و شرایط باید احراز بشه تا منتقد بتونه نقد درستی رو داشته باشه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فردی است به اسم آقای توکلی، اگر اشتباه نکنم، که ایشون برنامه‌هاشون هم بسیار پر مخاطب هست، هم در فضای اینستاگرام فعال هستن، فکر میکنم در یوتیوب هم فعالیت داشته باشن و مدام مثلا این که داریوش در فلان کنسرتش یک ترانه رو فالش خون، خانم گوگوش نمیتونه دیگه مثل سابق درست بخونه، آقای ابی تمام شده و و مسائلی از این دست. من هم شاید معتقد باشم به این که بله بهتره بسیاری از این خوانندگان دیگه کنسرت نگذارن یا اجرای زنده نداشته باشن، به دلیل اینکه ممکنه حنجره یاری نکنه، نفس یاری نکنه، یا به هر حال مشکلات و بیماری ها و تا اندازه میشه گفتش که اون افزایش سن باعث شده باشه که توانمندی صداشون رو از دست داده باشن، که یک امر طبیعی است و شاید برای بسیاری از هنرمندان بزرگ در سرتاسر جهان هم این اتفاق افتاده باشه. هر کسی دورانی داره و در دوران خودش درخشان ظاهر میشه و بعد از این مدت هم ممکنه با جهان هنر و اون فضایی که درش فعالیت حرفه‌ای داشته خداحافظی بکنه. اما این که ما بیایم یک سری از چهره های سرشناس و بزرگ خودمون رو تخریب بکنیم، این دیگه نقد نیست. من میتونم بگم که خب من معتقدم خانم گوگوش اجراهای گذشتهشون خیلی جذابتر، آقای داریوش، آقای ابی یا آقای معین یا هر خواننده دیگری، ولی اینکه بیام بخوام هی موشکافی بکنم بگم که خب گوگوش تمام شده، گوگوش داره به نمیدونم ما رو حتی نسبت به خاطراتی که از او در گذشته داشتیم ناامید میکنه و و، این حرفا دیگه نقد موزیک نیست، این حرفا تخریب شخصیت افراده. من خودم بارها شاید در برخی از برنامه هم گفتم که خب شاید بهتر باشه آقای ابی دیگه خداحافظی بکنه و کنسرتی نگذاره. ما با ترانه های قدیمیشون بسیار خاطرات روشن و شیرینی داریم و شاید شنیدن این صدا، این صدای زخمی، این صدایی که به هر حال کمی شاید توان خودش رو از دست داده میتونه تاثیرگذار باشه. ولی این که ما مدام بیایم یک فرد، یک خواننده و یک ترانه رو هی بکوبیم، هی تخریبش کنیم، بله عزیزم شما یک بار اومدید همه اینا رو نقد کردید، من مخاطب غیر حرفه‌ای موزیک هم کاملا برام مشهوده وقتی یک خواننده میره روی صحنه قرار میگیره و جوست نمیخونه یا فارش میخونه، من هم میفهمم، من شاید خودم نتونم جوست بخونم یا صدای خوبی برای خوانندگی نداشته باشم،
اما دیگه بالاخره ما هممون توانایی شنیدن که داریم و متوجه میشیم که اینجا نوتا انگار همسان و هماهنگ نیست با صدای خواننده. این یک امر طبیعی است. اما چرا مردم پول میدن همچنان میرن در کنسرت این خواننده ها اجرا میکنن؟ یعنی مردم ما یا مخاطبین این افراد نمیدونن که اینا دیگه توان ندارن، یعنی متوجه این نیستن که آقای ابی شبیه 40 سال پیشش نمیخونه، خانم گوگوش شبیه 20 سال پیشش نمیخونه، یا اینکه داریوش مثلا گاهی ممکنه خارج از نوت بخونه. اونها نمیرن ترانه های اینا رو گوش بدن، چون ترانه های اینا رو اگه بنا باشه گوش بدن بتونن با کیفیت خیلی بالایی با ضبط استودیویی از طریق گوشی خودشون، ثبت صوتشون و یا هر مکانیزم دیگری که مهیاست برای گوش دادن این آثار رو گوش بدن و لذتش رو ببرن. اینها میرن در فضا قرار بگیرن، اینها میرن هنرمندشون رو از نزدیک ببینن، اینا میرن که شاید اینها میرن که از زندگی عادی و نرمالشون فاصله بگیرن، از سختی هایی که در طول روز در طی ماه برشون تحمیل میشه فاصله بگیرن. حضور جمعی مردم در یک فضا که میتونه حتی سینما باشه، تئاتر باشه، کنسرت باشه، تا اندازه اندوه اونها و ناملایمات روحی اونها رو میتونه کنار بگذاره، اونها رو از اون فضای درونی خودشون، از اون انزوای درونیشون خارج بکنه و با یک جمعیتی که در حال شادی کردن هستن هماهنگ بکنه. بنابراین این که ما هی بیایم گیر بدیم بگیم که آقا این دیگه بد میخونه، آقا تو کنسرت نذار، تو کنسرت بذار، ما وکیل مدافع هنرمندانمون نیستیم، زندگیشون رو هم ما تأمین نمی کنیم. یعنی من زمانی میتونم بگم که آقای ابی شما کنسرت نذار، خانم گوگوش شما دیگه کنسرت نذار، که بگم که خب من زندگی تو رو تأمین میکنم. حالا شاید شما این نوعی بیایید بگید که بابا اینا این همه پول تا حالا در آوردن، یعنی زندگیشون تأمین نیست. شما هر میزانی که پول در بیاری، کیفیت زندگی متناسب و مطابق با اون میزان درآمدت هندل میشه. پس اگر از اون میزان درآمدی که همیشه داشتی کمتر داشته باشی، دیگه زندگی اون روال سابقش رو نداره. کسی که ماهی 120 هزار دلار حقوق میگیره، اگر بهش بگن که شما از ماه بعد 10 هزار دلار حقوق میگیری، زندگیش نابود میشه. شاید 10 هزار دلار حقوق خیلی خوبی هم باشه، ولی نه برای کسی که عادت کرده به سبک زندگی درآمد ماهی 120 هزار دلاری. بنابراین ما نمیتونیم این هنرمندان رو مدام بهشون دیکته بکنیم که اونجوری که ما دلمون میخواد زندگی بکنن، مدام بگیم که آقا شما دیگه کنسرت نگذار. خب کنسرت نگذاره، درآمدشون میخواد از چه طریقی جبران بکنه؟ هنرمندی که 200 هزار دلار 300 هزار دلار در هر کنسرتش درآمد داره، حالا کنسرت نذاره چیکار کنه؟ منتظر بشینه مثلا حقوق بازنشستگی ما 4-5 هزار دلارش بیاد تو حسابش؟ اصلا شما فکر میکنید خود این هنرمندان بعد از 50-60 سال کار هنری متوجه این نیستن که دیگه توان سابقشون رو ندارن؟ اینا میان روی صحنه تا مردم اینها رو بتونن از نزدیک ببینن. مردم نوستالژی های خودشون رو دوست دارن ببینن. حالا این نوستالژی ها گاهی میتونه البته جنبه منفی هم پیدا بکنه. بنابراین اگه آقای توکلی هی بیاد بگه، یا مثلا شادمهر عقیلی در منزلش پشت پیانو نشست، ترانه یکی از ترانه های قدیمیش رو اجرا کرد، آقا فکر نکنید ما نمیفهمیم، ما شادمهر عقیلی اومده داره لبخونی میکنه، نمیدونم پیانوشو با صدای فلان سین کرده، اینو با اون سین کرد، حال حسن کرده، بذار طرفدارش بیان باش حالشون رو بکنه.
آقا ما زرنگیم، شما زرنگید، شما متوجه شدید، هیچکی نفهمید، شما فهمیدید. همین امشب هم یک لایوی داشتن اینها که خیلی واسه من جالب بود. یه دوستی آمد بالا توی این لایو و در راستای اهداف جناب آقای توکلی اعلام کرد که آقا شما مثلا زمانی که میخواید از چهرتون یک نقاشی نقاشی بکشه، شما فرض کنید برید به سراغ یک نقاشی بعد بگید که آقا منو بکش. ایشون بیاد مثلا یه دایره بکشه، دو تا نقطه بذاره، یه دماغ بذاره، دست و پا، دو تا چوب بذاره دست و پا، بگه من کشیدمت. آقا این نقاشی که نقاشی مطلوب من نیست، من دارم میخواد یه نفر من رو هنرمندانه شبیه خودم رسم بکنه. بعدشون اومدن این مثالشون رو نسبت دادن به هنرمندانی که کنسرت میگذارن و مثلا جوست نمیخونن. گفتن که آره مردم میان که صدای کوک بشنون، مردم میان که نمیدونم یک اجرای درست رو بشنون. این مثال با اون مثال زمین تا آسمون متفاوته. مردم در موارد زیادی میان که حال بکنه. خیلی مواقع شده، حالا من اسم خواننده های بزرگ رو هم نمیخوام بیارم، خیلی مواردی شده که شما یک اجرای رو میشنوید، فالش هم هست، انوت هم خارج شده، ولی حسی و دلی باهاش ارتباط برقرار میکنی. یهو انگار بهتون یه تلنگری میزنه، انگار تو وجودتون جریان پیدا میکنه، با وجود اینکه حالا صدا یک صدای مثلا معمولیه، ممکنه ترانه‌ای که داره اجرا میشه یه جای غلط خونده بشه، تلفظ درستی نباشه، یه کوچولو از نوت خارج بشه، اما اون شما رو گرفته، تأثیرش رو روی شما گذاشته. و وقتی که مردم میرن در کنسرت، اینها داور و هیئت جوری نیستن که بخوان نمره بدن به خواننده که آقا کجا خارج شدی از نوت، کجا خارج نشدی، اینجا فالش خوندی، اینجا فالش نخوندی. اینا میرن حال بکنن. اگر اون خواننده بتونه به قلب اینا تلنگره رو بزنه، به درونشون ورود پیدا بکنه، به احساسشون بتونه اون تقه رو بزنه، اونجا برده. دیگه بقیهش مهم نیست، چون هنر حسیه. شما فیلمسازای خیلی بزرگی رو دیدید که اینها به لحاظ تکنیکی بی‌نظیر کار کردن، ولی مخاطب رفته فیلم رو دیده و نپسندیده. حالا شما بیا بگو ایشون بهترین فیلمساز دنیاست، بیا بگو از بهترین دوربین، از بهترین امکانات، نمیدونم دکوپاژش فلان بوده، میزانسنش فیسار، اصلا مخاطب دنبال این چیزا نیست، مخاطب نگرفتتشون فیلم. بذارید مثالی بزنم براتون. آقای عباس کیارستمی خب فیلم‌های زیادی ساختن. یادم یکی از فیلم‌هایشون اکران عمومی شد در ایران چندین سال قبل، نزدیک به 20 سال پیش. مردم رفتن این فیلم رو دیدن و تقریبا میتونم بگم که این فیلم جایزه‌های بسیار فراوانی هم گرفته. نام فیلم الان به خاطر ندارم که کدوم یکی از فیلم‌هاشونه، ولی اگر یادم بیاد حتما خدمتتون عرض می‌کنم. ولی مخاطبان 90-95% وقتی اومدن بیرون، یا شاید بگم 100%، حتی یک کامنت مثبت برای این فیلم نداشتن. این فیلم جایزه جهانی گرفته بود به لحاظ فیلمنامه، به لحاظ کارگردانی، به لحاظ بازی‌ها و و و عباس کیارستمی هم که دیگه تکلیفش روشنه برای همه ما. اما مخاطب نتونست با اون فیلم ارتباط بگیره. شاید خیلی ها بگن که اون فیلم از سطح جامعه اون زمان بسیار بالاتر بوده. خب شاید، ولی هنر زمانی خلق میشه که بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار بکنه. هنر فقط تکنیک نیست، هنر فقط این نیست که من بتونم چشم و ابروی شما رو قشنگ بکشم. هنر اینه که وقتی من شما رو کشیدم، شما لذت ببرید از اون چیز، اثری که خلق شده.
ممکنه داوران نقاشی بیان بگن که بی‌نظیر این کار، ولی شما که طالب این اثر بودید میگید که نه من اینجوری دوست نداشتم باشه، دلم خواست یه مدل دیگه باشه. خوانندگی هم همینطوره، ممکنه یه خواننده خیلی خوب بخونه، ما خواننده های خوش صدایی که خیلی هم خوب میخونن داریم، تعدادشون هم حالا خیلی کم نیست، ولی چرا هیچ کدومشون گوگوش نشدن؟ چرا هیچ کدومشون داریوش و ابی نشدن؟ چون اون تلنگره اون تقیه به احساس مخاطب نخورد. شاید خیلی صداهای گواراتر و جذابتری از این اسامی که نام بردن داشته باشن، شاید خیلی به لحاظ تکنیکی بهتر بخونن، اما داریوش نشدن. و مردم داریوش رو فقط به خاطر هنجرش دوست ندارن، گوگوش رو فقط به خاطر اینکه برن صداشو بشنون دوست ندارن. اصولا کنسرت جایی نیست شما بخواید برید صدا بشنوید، کنسرت جاییست که شما برای حضور، برای دیدن میرید، نه برای شنیدن. بنابراین این که ما هی بخوایم موشکافی بکنیم، آقا اینجا این ترانه رو بذارم ببینید اینجا از نوت خارج شد، وای وای اینجا سرم درد گرفت چقدر بد خون، آقا سرت درد گرفته گوش نکن. من نمیدونم چرا ما ایرانی ها انگار مازوخیستیم، یعنی وقتی میبینیم یه چیزی داره رنجمون میده باز هم مثلا داریم اصرار میکنیم، اصرار میورزیم به اینکه اون اثر رو گوش بدیم. فیلمی اذیتمون میکنه، کتابی اذیتمون میکنه، برنامه‌ای رو دوست نداریم، هی دلمون میخواد ببینیمش و مثلا هی مدام هم داریم زجر میکشیم و این رو هم عنوان میکنیم که داریم زجر میکشیم. خب عزیزم بذارش کنار، برو سراغ یه کار دیگه، برو یه برنامه دیگه ببین، برو یه موزیک دیگه گوش کن. مردم انقدر به نظرم فهیم هستن که خیلی مسائل رو خودشون متوجه بشن و این هنرمندان انقدر برای ما خاطر ساز بودن که یه جاهایی دهنمونو ببندیم. گوگوش در سن 72 سالگی اگر 4 تا کنسرت نذاره میخواد از کجا زندگیش رو تأمین کنه؟ میگن یعنی پسنداز نداره. خب بابا اینا کلی مدیر برنامه و چه و چه و آهنگساز و تنظیم کننده و ارکستر رو، بعضا اینا ماهیانه باید حقوق دریافت بکنن. ما نمیتونیم یه ورق سر رو ببینیم و ما بقیه جهات رو نادیده بگیریم. باز ارجاع بدم به عادل فردوسی پور. فردوسی پور در اون مصاحبهش چی گفت؟ گفت من بعد از اینکه دیگه اجازه ندادم فعالیتم رو ادامه بدم در تلویزیون، سه تا راه جلوم بود، یا بعد از ایران خارج می‌شدم می‌رفتم توی کشور دیگه توی رسانه دیگه کار می‌کردم که پیشنهادات زیادی هم شده بود، پیشنهاد شده بود که برم بازیگری کنم، نمیدونم سفیر تجاری و تبلیغاتی مثلا فلان برند بشم، بالغ بر 1.5 میلیون دلار بابت چه و چه به هم پرداخت می شود. و یا حتی برگردم تلویزیون صرفا به عنوان گزارشگر کار بکنم. اما من یه جای قصه تصمیم گرفتم که بمونم ایران و تیمی که داشتم رو سعی کنم یک همفکری داشته باشیم که ببینم من چی کار میتونم بکنم که دوباره بتونم این بچه ها رو، این تیمی که با هزار مصیبت و بیچارگی جمع کرده بودم رو وارد عرصه کار کنم. اونم بچه های نخبهی که 10-15 تاشون به گفته خود فردوسی پور بچه های صنعتی شریف بودن، این که من بتونم این نخبه ها رو تو کشور خودم حفظ بکنم. حالا اومدیم در یک فضای دیگه، شاید نازل تر، شاید با کیفیت پایین تر از آن چیزی که در تلویزیون و در قالب برنامه نبعد تولید می شد، اما داریم کار میکنیم. حالا من میتونم بیام بگم که آقای فردوسی پور شما لباست برای اجرای برنامه مناسب نیست. آقای فردوسی پور شما چرا اومدی مصاحبه کنی موهاتو مثلا سشوار نکشیده بودی؟ آقای فردوسی پور شما چرا موقعی که داری حرف میزنی
حروف رو میخوری. آقای فردوسی پور شما چرا لحنت این شکلیه؟ میشه کلی ایراد گرفت، ایرادای فنی و تکنیکی هم گرفت، ایراد روی اجرا گرفت، روی پوزیشن ایشون، روی بادی لنگویج ایشون، نحوه تکان دادن دستشون، نوع پرسش هایی که دارن، و همه اینا میشه ایراد گرفت. من خودم هم این کارو کردم ها، ولی الان حقیقتشو بگم وقتی میبینم اون آدم چقدر سختی کشیده، چه رنج هایی رو متحمل شده، میگم اصلا این حرفا گمه توش که من بیام بگم آقای فردوسی پور چرا این سوالو پرسیدی، چرا این سوالو اینجوری پرسیدی، چرا اون سوالو نپرسیدی. اصلا جای این حرفا نیست، جای این ادا و اطوارا نیست. یک فردی که میتونسته الان میلیون ها دلار درآمد داشته باشه مونده تو این مملکت و با همه سختی ها و گرفت و گیراش داره کار میکنه، تیمشو حفظ کرده، حالا ما هی بیام ازش ایراد بگیریم، ایرادامون هم همه درست و دقیق باشه، کجای کارو میخوایم بگیریم؟ آقای توکلی عزیز یا هر دوست گرامی که داره نقد این موزیک ها و نقد این خواننده ها رو میکنه، جای شما میتونی اذعان بکنی که داری راه درستی رو میری که تاثیرگذار باشی. الان شما 2 سال 3 سالی دارید میگید آقای ابی شما بد میخونی، آقای ابی شما کج میخونی، آقای داریو شما فلان و بهمان میخونی، خانم گوگوش دیگه نخون. 3 سالی دارید میگید، تأثیر مثبتی گذاشته، باعث شده مردم دیگه کنسرت این افراد نرن، یا باعث شده اینها بهتر بخونن. خب اگر اینا میتونستن بهتر بخونن مرض داشتن که نخوندن. شما اگر هم میخوایی نقد کنی حداقل خواننده های جوان رو نقد بکن، چون اینها آینده دارن. شما با نقد اونها بهشون کمک میکنید که یک مسیر بهتر و درستر و سالمتری رو طی بکنن. ولی شما با نقد گوگوش به کجا میخوایی برسی؟ شما با نقد داریوش، با نقد عادل فردوسی پور، با نقد ابی میخوایی کجا رو بگیری؟ ببخشید این برنامه رو هم دلم میخواست که تقدیم نگاه تک تک شما عزیزان بکنم و امیدوار هستم که مورد قبولتون قرار گرفته باشه. یه برنامه خیلی جالب و ویژه‌ای رو دارم آماده میکنم، نمیدونم شاید فردا اون برنامه رو ضبط کنم، شاید در روزهای آینده، ولی ازتون میخوام اگر این برنامه ها رو دوست دارین، به دلیل اینکه من عمده درآمدم الان از قبل برنامه سازی در فضای یوتیوب، پس اگر دوست داشتید، به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن، میتونن با دونیت های خودشون از طریق سوپر تانکس هم نسبت به این برنامه هم نسبت به برنامه های قبلی که ساخته شده، میتونن از طریق کلیک کردن روی گزینه سوپر تانکس احیانا اگر مایل باشن و تمایل داشته باشن دونیت های خودشون رو اعمال بکنن. لایک و کامنت هم یادتون نره، سابسکرایب فراموش نشه، اینها همه به ما انرژی میده، کمک میکنه تا بتونم برنامه های بهتری رو برای شما عزیزان تولید بکنم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، برای همتون آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.